شما اگر فرض کنید برای بینندگان جوان ما، این جوانها، این دانشجویان، دانش آموزان، بخواید مثلا سوال شما این بوده باشه، شما چه کار کردید تا همین مقدار اگر موفق بودید، راز موفقیت شما چی بوده؟ اگه اجازه بدید این رو براتون بگم. اول اینکه انضباطی بیش از حد در کارم بسیار منظم بودم. دوم برنامه ریزی، اصلا برنامه ریزی باور نکردنی. الان در خارج هم بهش میگن تایم منیجمنت میگن دیگه، این مدیریت زمان بسیار. بعد اینکه آدم بسیار مثبت اندیشی بودم و هستم، بسیار مثبت اندیش. بعد اینکه من تمام نقدایی که نسبت به تو، بله نقد دارم، اون وقت هم داشتم، ولی همه چیزو خیلی دقیق نگاه میکنم و میخوام بگم عیبش چیه، چرا اینطوریه. و یکی از خصوصیات دیگر بنده شوق به خدمت گذاری است. از فرمایشات مولا علی فرمودن که در یک خطابه ای از کلمات قصارشون فرمودن خداوندا تن مرا سالم، دیدگان مرا بینا، قدم های مرا استوار، بازوان مرا توانا، گردان که این همه را در راه خدمت به مردمی که بین اونا زندگی میکنن به کار ببرن. این شیوه زندگی من. من اگر میبینم تا الان 84 سال عمر دارم، نه برای اینکه ببینم بقیهش چند تا چلو کباب بیشتر بخورم و عرض کنم برم چند جا بگردم. من الان 2-3 ساله نه عروسی رفتم نه مهمانی، هیچی. روز من هر روز 6 صبح تا 10 شب، 9:30 یا 10 شب من خوابم. سبک زندگی سالم. بله آخرش هم این که بنده بی نهایت میهن پرستم. وقتی کسی میهن پرست بود میدونه برای چی باید کار بکنه، برای خونه خودش. یکی از فرمایشات رسول اکرم حب الوطن من الایمان، درسته؟ وطن پرستی خدمتتون عرض کرده باشم یه چیز مندراری نیست که بگیم حزب چی گفته وطن پرست بود، نه، این غریزیه خداوند در نهاد آدم گذاشته. مثال بسیار خوب، تمام جانوران وطن پرستن. شما سگ و گربه و گراز و فیل و ببر و از کم که شیر و روباه و هر چی رو بگید، یک جایی رو برای خودش انتخاب میکنه، علامت گذاری میکنه، حالا هر جوری. و تو این علامت گذاری در واقع قلمرو خودشو معلوم کرد، تریتوری به انگلیسی میگه، تریتوری خودشو معلوم کرده. اگر یه سگی یک شیری در تریتوری این وارد شه، اون شیر رو میدره چون وطنشه، اما خودش بری بیرون از اونجا دیگه احساس غربت میکنه. وطن اصلا داستان ها نوشته شده، وطن چیزی دیگریه، خانه است. به خاطر همین برگشتم. من از خاطرات من همینجا هم میگم، با افتخار میگم. یک سال من در اونجا بودم، یک سال نیم اونجا بودم. یکی از خویشاوندان من گفت که خب بیا بریم چیز، میای با ماشین بریم تهران. من میام ماشین بنز خریده، ما از طریق اول آلمان راه افتادیم، اومدیم توی اتریش و از اتریش تو بلغارستان، از بلغارستان یونان و بعد اومدیم ترکیه و سرتاسر با ماشین وارد مرز بازرگان شدیم. یه بعد از ظهری بود، من وارد از مرز بازرگان وارد خاک ایران شدم. بعد از 16 نه یک سال نیم اونجا بودم. بعد از 16 سال با هواپیما اومدم. نه یک سال نیم اونجا بودم، یعنی الان شده 21 سالم مثلا. من افتادم رو زمین، گفتم ماشین نگه دار. افتادم زمین، صورتم به خاک میهن مالیدم. همون زمانی که بعد از 16 سال من خواستم بیام ایران، در خود آلمان هم عرض کردم 4 نفر بودن که این تحصیلات رو داشتن، این تحصیلات به خصوص گفتن. هر کاری من اصرار کردن، چه پیشنهادهایی، این پیشنهاده الان شاید هیچ کس نشه که من اونجا بمونم. داستان مال 50 سال پیش. هر کاری که من گفتم، من ایرانی هم، اونجا زاده شدم، همونجا باید بمیرم.
اونجا باید خدمت کنه. بعد از 50 سال پشیمون نیستن تصمیمی که گرفتی؟ نه. اصلا پشیمون نیستم. برای که دنبال راحتی و خوشگذرونی رو نشستنه و کانال تلویزیون عوض کردن نبودم. تمام بودن اینجا هم نبودم. الان هم نیستم. هر کسی در سن و سال بنده دلیل نداره که بخواد انقدر کار بکنه از صبح تا شب. به چه دلیلی؟ برای کی؟ برای چی؟ بله البته در تشکیلات منجا درست کردیم حدود 30 چند نفر کار میکنن. همین مسئله ژنتیک ما همین کاری که میکنن. و حالا شما آشنا نشدید. من یک دوره کتاب به نام ایران فرهنگی نوشتم که 5 نفر 6 نفر خانمایی که با من کار کردن تمام مدت و تمام تاریخ ایران رو عرض کنم که زبان و ادبیات و هر چی بفرمایید تا الان 10 جلد شده 4 جلد دیگه تو راهه. این چیزیست که از ایران من نوشتم. خب چند میلیارد تاله خرج ما شده. 15-16 سال داریم روی این کار میکنیم. 5-6 نفر. خب چرا باید این کار بکنم؟ خب من بازنشسته شدم. حالا به اندازه خودم که بخوام بخورم داشتم، میتونستم برم خارجم نرم، از همین در ایران برم یه کنار دریایی جایی قشنگ ویلایی بگیرم و مثلا به آرامش بگذرنم برای خودم. ولی گفتم خداوند این عمر من عطا کرد یا من خدمت کنم. برای فسنجون خوردن نیست، برای خدمت گذاریه. بله آقای دکتر، شما خب به هر حال به عنوان یه استاد دانشگاه میتونید هم خودتون کار تدریس رو دارین انجام میدین. دانشجوهای امروز، نسل دانشجوی امروز چه تفاوتی نسبت به گذشته کرده؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. ما در گذشته، حالا قبل از من که بازم بهتر بودن، قبل از من بهترم بودن، به چه سختی زندگی میکردن، فقط برای خاطر اینکه دنبال علم بودن. خیلی از استادای دانشگاه ما، حالا اسم نمیبرم، فوت کردن در زمان پهلوی اول. اینا اصلا دیپلم نداشتن. استاد ادبیات فارسی دیپلم نداشت، ولی استاد ادبیات فارسی شده بود با تلاش و کوشش. تمام کتاب ها رو خونده بود، میرفت خارج، میشه مثلا 2 ماه 3 ماه توی کتاب خونه میشه، فقط اونا رو میخوند اون کتاب ها چی دارن جمع میگن. بعد استاد عالی مقام. ولی پایان نامه و درجات معنا نداشت. اون زمانی که بنده شروع کردم کارم در دانشگاه تهران 50 سال پیش، یعنی هر کی دور این نرده های دانشگاه رو جز آرزوهاشون بود که بیان تو دانشگاه. الان کسی این آرزو نداره. دانشجو میاد با من صحبت میکنه، میگه من آقای دکتر چی کار بکنم، چه رشته بخونم که بعدا من بیشتر پول دارم؟ مسئله اقتصادی غالب شده آقای دکتر. هم اقتصادی هم عناوین. خواسته دانشجوها رو چی میدونید؟ یعنی فکر میکنید دانشجوها واقعا تنبل شدن، نسلی این که در واقع این در واقع سستی و رخوت غالب شده؟ نه، عرض میکنم. ببینید الان دانشجو متعزی، یه عده‌شون واقعا خیلی کم، درصدشون کمن، دنبال واقعا همون علمن. یه عده دیگه با خودشون گفتن آقا جون اینجا که دوغ و دوشاب یکیه، من باید کارامو درست بکنم که برم. مثلا از این فرض کن که المپیادی ها تو روزنامه عکس انداخته بود، اون عکس هم دارم که 20 نفر المپیادی مال مثلا فرض کن 20 سال پیشو گفتی یه نفر تو ایرانه، همه رفتن خارج. ما داریم سرمایه گذاری میکنیم، دانشجوی خوبی تربیت میکنیم، خوباش میرن خارج. میگه اینجا برای من جایی نیست. من عیب بزرگ اینو یک آسیب میدونم. چی سهمیه؟ یعنی چی؟ هم سهمیه در دانشجویی، هم سهمیه در استادی. که چی؟ ما سهم نقرار نیست ببریم. خب من توی جنگ، ببخشید اینو بگم یادم نره، توی جنگ من 3 بار در چیز بودم، در میدان جنگ بودم، تو میدان نه، پشت جبهه جنگ بودم، یعنی جایی که در واقع مسائل بهداشتی ایناشونو پیدا بکنیم، داستان شهر چه قراره، درست؟
من خودم به چشم ندیدم ولی بعداً آثارش دیدم، کسایی جوانایی که میرفتن رو مین غلط میزدن که عکسش دارم، که راه باز شه از کم که لشکر ایران بره به طرف عراق، با بدن خودش مین رو خونسا میکرد. من صلاح نمیدونم که الان یه عده بیان به نام خوشه چینی بکنن، این خلافه. من یادم چه صادقانه میرفتم و شهید میشدم. اصلا میگه یک کسی خدمت کرده، بنده خدمت کردم تو جبهه، هیچ جام نگفتم. سه بار پشت جبهه بودم تو مرداد ماه با خیلی کسایی که حالا باز اسم ببرم نمیخوام ابراز نزدیکی بگم، با خیلی کسایی که از در نظام هستن و اونم بازنشسته شدن، خیلی هم نام‌آور، هم پشت جبهه بودم، درست؟ هیچ وقت سهمی نخواستم، برای وطنم کردم، اگه نه برای خدا کردم. دانشجو سهمیه یعنی چی؟ کار قشنگیه. روزی دانشجو باید باشه، دانشجو تمام سرنوشت آینده ما دست دانشجوه، شکی در این نیست. و دانشجو باید میهن پرست بارو برد که بمونه اینجا خدمت بکنه. من مثال میزنم، میگم اگر شما با یه ماشینی دارید میدید مسافرت تو خود تهران یا خارج از تهران، وقتی ماشین مال خودشون باشه، اگه ماشین مشکل پیدا بکنه پیاده میشید، کتتون در میاد، آستینتون رو بالا میزنید، میری زیر ماشین، در ماشین رو باز میکنید، چی میکنید، چند نفر میان میرن ازش کمک میکنید، ماشین خودتون درست میکنید، با ماشین خودتون راه میافتید. ولی اگر ماشین کرایه سوار شدید پیاده میشید، میگه قربان خدا نگهدار مرمش موزه من رفتم. الان تمام مردم ماشین کرایه سوار شدن، اجاره نشینن اینجا. تیتر روزنامه نوشته که روزنامه ایرانی که صاحب منصبای ایرانی اینجا رو وطن دوم خودشون میدونن، گریستن داره واسه یه جایی که ما بیاییم با پول کمی که برامون مونده ادیری تربیت بکنیم، درست کنیم، بعد بشه یک معاون وزیری کسی این حرفا، بعد اینجا رو وطن دوم خودش بدونه. از اون اولی که میرکار کجا باید بره؟ باید بره کانادا یا باید بره آمریکا، همون آمریکایی که از دیوارش رفتن بالا، از دیوار چیزی اونجا باید بره، یا بره اروپا، بره استرالیا، کجا باید بره؟ اینجا وطن خودش نمیدونه. شما توی ساختمان فرض کنید که 5 طبقه 10 طبقه هر طبقه فرض کنید 2 آپارتمان داره. من این کارا رو کردم، میگم من آدم بسیار کنجکاو و فضولی هستم، رفتارشناس، جامعه شناس، این مربوط به تحصیل من بوده. خب من اونجا یکم وایسم، منظر چی باشم، میفهمم کیا اینا اجاره نشینن و کیا ساپونه هستن. ساپونه که از در وارد میشه نگاه میکنه باغچه چجوریه، چه گل قشنگی دیده نگاه میکنه، بعد این گل خم شده، گل رو میذاره سر جاش تا بره بالا، بعد میره بالا نگاه میکنه، اگه دستمال ژل پاش بوده با پاش میزنه کنار تمیز باشه. اون یکی از در وارد میشه، بینیشی میگه به دستمال میدازه زمین، به گلا نگاه نمی کنه، یکی خوش شده چیست و کاری با اون نداره. معلومه این اجاره نشینه. در یه همه پرسی در خود همه ایران آمدن گفتن که ایرانی های معمولی، تازه نمیدونم عددش درست یادم نیست، حالا فکر کن 40-50% فقط هدفشون رو برن خارج. الان چیزی به نام لاتری درست شده، نمیدونم کی گذاشته، کجا گذاشته، در خارج از دبی، قطر، نمیدونم کجا، نام نویسی بکنن که قرعه به نامشون بیاد و اینا از آمریکا اجازه بگن برن اونجا. چرا؟ این تقصیر آمریکا چه تقصیر منه؟ خب تقصیر منه. من نتوانستم به عنوان یک معلم فضا رو برای دانش آموز خودم درست کنم که بمونه اینجا. حالا آقای دکتر، همین دانشجو توی این اتمسفری که داره زندگی میکنه، فکر میکنیم غیر از درس خوندن چه وظایفی دیگه داره؟ خب دانشجو رو باید پرسشگر بار بیارن، یعنی از همون مدرسه که میره بعد اینو جستجوگر باید بیارن، ابزرور باشه، کین ابزرور باشه. یک مجله آمریکایی آمده بود 3 عکس انداخته بود،
این عکس‌ها یکی مال نیوتن بود، یکی مال داروین بود، یکی مال انیشتن. از اکشن نبود، کاریکاتورش بود. و تو این کاریکاتور زیرش نوشته بود که اینها جینیوس نبودن، ژنی نبودن. نه، فقط پرسشگر عمیقی بودن. همه چی براشون چرا بود. گفته بود که 1,000,000 سال سیب از درخت میافتاد، هیچ کی نمیپرسه آقا چرا میفته پایین، چرا سیب اینجوری نمیره، چرا اونجوری پرتاب نمیشه. نیوتن گفت آقا چرا سیب میفته پایین؟ جاذبه زمین پیدا کرد. ما تعلیم تربیت ما همینه، ما دانشجو رو پرسشگر بار نمیاریم. من همیشه سر کلاس‌های درسیم به اول میگفتم که ببینید من نیومدم پرسش‌های شما رو پاسخ بدم، اما اول کلاس میگفتم. دانشجوی بنده خیلی‌هاشون در درجات بالای مملکتی قرار دارن، در سپاه، در ارتش بودن، بازنشسته شدن، اصلا وزیر، شهردار. میگفتم من نیومدم به پرسش‌های شما پاسخ بدم. این علم به سرعت داره توسعه پیدا میکنه، به طریقی که من اون چیزی که من بخوام، دانش من در عرض 24 ساعت 100 برابر دانش من داره به دنیای علم اضافه میشه. فقط من بعضی از کارا رو میتونم انجام بدم. اولش اخلاقه، اون یاد دانشجو بدم. بعد پرسشگریه که من باید دانشجو پرسشگر بار بیارم. حفظ نباید بکنه، این آفت بزرگی است، حفظ کردن. و از کم که این گزینه هایی که تیک بزنن و چی بکنن دانشجو. تو شما میگفتن شما، من باید وظیفه من برای به عنوان معلمی که در شما سوال به وجود بیارم، نه سوال شما رو جواب بدم. حالا این سوالات میتونه پیرامون مسئله هر چی باشه، اقتصادی باشه، هر چی باشه. ما باید جامعه پرسشگر داشته باشیم و مطالبه‌گر.